الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله رب العزة تعطى وبعد طائمة وشمار قبول ومقبول دربار خود بگردانه الله رب العزت همه ما شما را توفیق پابندی به احکام دین از اوامر و نواهی الله رب العزت عطا فرمایا کمی ها و کسری هایی که در رابطه با عبادت الله در طول هفته از ما سر زده الله رب العزت مورد عفو و بخشش قرار بده و ما و شما را در رحمت خود داخل کرده از نعمت های جنت محروم نگردانه و همه ما و شما را از آتش جهنم نجات بده. شک نیست برادر اسلام که قضیه حیات و زندگی انسان که در حقیقت وصول به استقرارگاه ابدیش که یا جنت است و یا جهنم می باشه از وقت ولادت در بطن مادر آغاز و تا به وقتی که حساب کتاب صورت میگیره و الله رب العزت در رابطه با کی فیصله جنت و در رابطه با کی فیصله جهنم میکنه ادامه میداشته باشه و انسان را که الله رب العزت خلق کرده و پیدا کرده یک موجود موقتی و مقطعی نیست بلکه موجود هست که الله رب العزت در رابطه با او زندگی ابدی را فیصله کرده ولیکن رسیدن به می زندگی ابدی از خود یک سلسله مراحل داره که حتما و خامخا انسانی مراحل طی کرده که تا انسان من حیث مخلوق الله رب العزت و خلیفه الله در روی زمین و کسی که مکلفیت تطبیق احکام الله را در این دنیا داره بتانه که به حیات و زندگی ابدی خود ادامه بده. آن چیزی که ما از مراحل زندگی سپری کردیم و آن چیزی که سپری میکنیم و آن چیزی که در پیش روی داریم شک نیست که دو مرحله را سپری کردیم که یکی مرحله عدم موت بود که اصلا از ما و شما نام و نشان در این جهان و کائنات نبود مرحله جنین مرحله رحم مادر بود که همه ما و شما از رحم یک مادر بالاخره به این دنیا انتقال کردیم و آمدیم مرحله ای که فعلا به او استمرار میتیم مرحله دنیایی هست که همه ما و شما در او زنده هستیم و مراحلی که در پیش روی داریم که از مرحله مرگ آغاز بالاخره جهان برزخ و در نهایت هم جهان آخرت در بر میگیره از جمله مراحل هست که در پیش روی ما میباشه پس به همین جهت علما بر ما میفرمایند برادر اسلام که زمانی که مرگ به سراغ انسان میرسه مرگ در حقیقت نیستی و نابودی انسان نیست بلکه مرگ در حقیقت یک تولد جدید در رابطه با انسان است این همین قسم که انسان از رحم مادر تولد میشه در این دنیا یک جهان جدید است به عین شکل با فرا رسیدن مرگ ما یک تولد جدید داریم در یک جهان جدید که لامزه از عالم برزخ میباشه پس الله رب العزت همه ما شما را توفیق نصیب فرمایه که در رابطه با آن چیزهایی که یقین داریم و عقیده داریم در او تزلزل و شک و تردید در خود راه نتیم به جهت از اینکه شک و تردید در حقیقت منافی ایمان و عقیده می باشه و شک نیست که مراحلی که ما در پیش روی داریم هر دو مرحله غیب است مرحله هست که نه با چشم مشاهدش میکنیم و نه در تحت حس و تجربه ما داخل میشه و نه کس از اونجا اینجا آمده که ما را خبر بده دیگه عین قضیه کودک اگر در رحم مادر ما و شما بررسی بکنیم عین وجود ما در این دنیا
در رابطه با عالم برزخی که میریم عین وجود یک طفل در رحم مادر اینمی دنیا هست دیگه. اینمی دنیا در رابطه با اینمی طفل در رحم مادر یک غیبه هست، اصلا نمیبینش، ولی که به مجردی که تولد میشه بالاخره همه چیز به اصلا برایش معلوم میشه. پس به این شکل زمانی که ما هم میمیریم و مرد به سراغ ما میرسه، متوجه باشین که به اینمی شکل ما به یک جهان دیگه انتقال میکنیم، منتها و جهان جهان است که از ما تو ایمان تقاضا میکنه، عقیده تقاضا میکنه، و اینمی هم جز مکلفیت امتحان و آزمایش ما در اینمی دنیا هست. آزمایش و امتحانی که الله رب العزت انبیاء علیهم السلام مکلف کرده که تا انسان از تمام رضی قضایا آگاه بسازه و فهم از این جهان و کائناتی که ما به سوی از او روان هستیم، متوجه باشین که بغیر از طریق انبیاء علیهم السلام دیگه از هیچ طریق دیگه ما نمیتونم کلت درک بکنم. باز به این جهت است که در عناصر عقیده ما و شما یکی از اساسی ترین عنصر که ما به او عقیده کامل داشته باشیم یکی هم ایمان آوردن به انبیاء علیهم السلام میباشه. باز به این جهت خود به های ما و شما هم از چندین هفته به این سو در رابطه با ایمان آوردن به انبیاء علیهم السلام و آن چیزی که ایمان ما به انبیاء تقاضا میکنه سلسله وار ما و شما صحبت میکنیم که تا زمانی که ما به انبیاء علیهم السلام ایمان می داشته باشیم، ایمان ما به انبیاء علیهم السلام چگونه باشه و چه چیزها در رابطه با ایمان ما به انبیاء علیهم السلام شرط است که تا توسط از این شروط ما توانسته باشیم که ایمان خود به انبیاء علیهم السلام تکمیل بکنیم. پس به این اساس در خطبه های گذشته که از چندین هفته به این سو ادامه داشت برادر اسلام، در رابطه با ضرورت بعثت انبیاء علیهم السلام با شما صحبت کردیم و الحمدلله در رابطه با تعریف نبی و رسول و فرقی که بینشان هست و بالاخره در رابطه با صفات انبیاء علیهم السلام، وظایف انبیاء علیهم السلام، کتاب هایی که به انبیاء علیهم السلام نازل میشه و بالاخره در اخیر در هفته گذشته هم در رابطه با یکی از موضوعات و قضایای مهمی که در رابطه با انبیاء علیهم السلام ایمان آوردن به او شرط میباشه، یکی هم قضیه معجزه انبیاء علیهم السلام است که معجزه چی را میگن و چرا برای انبیاء علیهم السلام خاص شده و فرق بین معجزه و خوارق العادات دیگر چی میباشه، از جمله موضوعات مهم عقیدوی ما و شما در رابطه با ایمان آوردن به انبیاء علیهم السلام بود. موضوعی که امروز هم صحبت میکنیم برادر اسلام از جمله موضوعاتی هست که نه تنها که متعلق به انبیاء علیهم السلام است، بلکه ایمان ما به انبیاء تقاضا میکنه که ما در رابطه با این موضوع هم عقیده کامل داشته باشیم. و این موضوعی که انشاءالله تعالی امروز در رابطه با انبیاء علیهم السلام صحبت میکنیم، متوجه باشین که نقطه تفکیک است میان آن چیزی که امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در رابطه با انبیاء علیهم السلام ایمان دارند و میان آن چیزی که ادیان منحرفه یهودیت و نصرانیت در رابطه با انبیاء علیهم السلام ایمان و عقیده دارند. شک نیست که دین یهودیت و نصرانیت که هم از شریعت موسی علیه السلام و شریعت عیسی علیه السلام انحراف کردند، در اصل عقیده شریعت موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام ایمان آوردن به انبیاء علیهم السلام به عین شکلی که در شریعت پیغمبر است وجود داشته، ولیکن زمانی که پیروان موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام شریعت عیسی علیه السلام تحریف کردند، شریعت موسی علیه السلام تحریف کردند و بالاخره از پیش خود دینهای یهودیت و نصرانیت ایجاد کردند، متوجه باشین که یکی از علل انحراف از اونها در حقیقت انحرافشان در عقیدهشان در ایمان آوردن به انبیاء علیهم السلام بوده. یعنی ما که امروز میگیم که یهودیت انحراف کرده، نصرانیت انحراف کرده، شک نیست که راههای انحراف از اینها بی حد زیاد است دیگه. و یکی از چیزهایی که انحراف کردن، یکی هم عقیده داشتن در رابطه بین انبیاء علیهم السلام میباشه. پس به وجه حد موضوع اساسی که در شریعت نبی اکرم صلی الله علیه و سلام و در تمام شریعت های سماوی و رسالت های سماوی که الله رب العزت انبیاء را به او مکلف کرده،
یکی همی است برادر اسلام که هر زمانی که ما به انبیاء علیه السلام ایمان و عقیده می داشته باشیم این جز ایمان و عقیده ما باشه که انبیاء علیه السلام انسانهای معصوم می باشند، معصوم از گناه می باشند، معصوم از ارتکاب حرام می باشند، معصوم از نافرمانی الله و رب العزت می باشند. پس معصوم بودن انبیاء علیه السلام که در تحت قضیه عصمت در کتاب های علم عقیده مورد بحث قرار می گیره، متوجه باشیم که یکی از شروط ایمان آوردن ما به انبیاء علیه السلام است. یعنی اگر ما به انبیاء ایمان داشته باشم ولیکن به عصمت انبیاء علیه السلام ایمان نداشته باشم، متوجه باشیم که نمی منافی ایمان ما به انبیاء علیه السلام است. پس تو که من حیث امت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به انبیاء ایمان میاری، پس مکلفیتت است که در پهلوی ایمانت به انبیاء به یقین کامل بکنی که انبیاء علیهم السلام از گناه های کبیره، از مخالفت های احکام الهی، از ارتکاب حرام، از شرک، از کفر، از تمام از این چیزها معصوم می باشند، بری می باشند. پس من خاطر خواستم که در خطبه امروز تنها در رابطه با مسئله عصمت انبیاء علیه السلام صحبت بکنیم. یکی خب مسئله عقیده هست که الحمدلله همه ما شما به عقیده هستیم و هر انسان مؤمن و مسلمان ما را از بچه 12 ساله ما گرفته تا پیر 70 ساله ما اگر هم پرسان بکنیم الحمدلله همشان به ایمان کامل دارن که انبیاء علیه السلام انسان‌های معصوم هستند. ولیکن اکثریت ما نفهمه که معصوم معنایش چی دیگه؟ معصوم یعنی چی؟ از چی معصوم هستند؟ و چی گونه معصوم می باشن؟ پس هر زمانی که ما در رابطه با قضایای عصمت انبیاء علیه السلام درایت کامل نداشتیم، پس مشکلی که در ما ایجاد شده برادر اسلام یکی همی است که ما اینمی عصمت انبیاء علیه السلام از پیش خود دیگه تعبیر کردیم. زمانی که پرسان میشه که خب انبیاء چه قسم معصوم هستن، به جای از اینکه ما بفهمم که عقیده اسلام در رابطه با عصمت انبیاء علیه السلام از ما چی تقاضا میکنه، از پیش خود ما میگم انبیاء علیه السلام از هر نوع گناه صغیره و کبیره و از همش معصوم میباشن و هیچ گناهی نمیکنن. بالاخره میفهمیم که منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که تا زبان برخی از دشمنهای اسلام و معترضین و کسایی که در قلبشان مرض نفاق وجود داره زبانشان دراز شوه و بالاخره بیاره برای ما نشان بده که تو چه قسم یک انبیاء معصوم است. نه نه، این پیغمبر ده اینجا اینج گناه را کرده، این پیغمبر ده اینجا اینج گناه را کرده، این پیغمبر ده اینجا مرتکب از این گناه شده و قرآن برات میگه. حالا قرآن هم انکار کرده نمیتونی دیگه. ما خلایاز بلا گفته نمیتونیم که خلایاز بلا الله دروغ گفته گیست، نه در قرآن ثابت است. یک دفعه دق میمونی خیلی چطور مثال است دیگه؟ من از یک جانب میگم که انبیاء علیه السلام از همه گناه معصوم هستن، بری هستن، انجام نمیتن و بالاخره آیات قرآن مجید بر ما میگه که این آدم علیه السلام نتو کده، نوح علیه السلام نتو کده، موسی علیه السلام نتو کده و اسلام. پس به این خاطر این قضایا دانستنش به حد برای ما شما ضروری میباشه. و اینا هم براتون بیان بکنم برادر اسلام که یکی از اعتراضات بسیار شدیده که در رابطه با عقیده ما و شما در رابطه با انبیاء علیه السلام از جانب نمی انسانهایی که در قلبهایشان مرض است، از اعتراضات شدیده که در رابطه با انبیاء علیه السلام صورت گرفته، یکی همین همین قضیه عصمت انبیاء علیه السلام است. و علت اساسی که هم چرا این همین اعتراضات در رابطه با عصمت انبیاء علیه السلام صورت گرفته، علت اساسی هم دو چیز می باشه. اول ای که اگر در شریعت ها، اگر در ادیان یهودیت و نصرانیت ما تو مراجعه بکنیم، در ادیان یهودیت و نصرانیت اصلا عصمت در رابطه با انبیاء علیه السلام ما پیدا نمی کنیم. اصلا این شریعت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم است که عصمت انبیاء را بر ما ثابت می. دوم ای که عصمت از زمانی که ما از برداشت خود تعبیر کردیم، پس این منجر به ایشتر که تا یک تیزان کسا بیشنن زبان اعتراض دراز بکنن. ولیکن هر زمانی که ما عصمت فهمیدیم، موارد عصمت فهمیدیم و زمانی که ما میگیم انبیاء علیه السلام معصوم هستند، از چه نوع گناه ها معصوم میباشند و
و برخ اشتباهات و خطاهایی که از انبیاء علیهم السلام سر زده و قرآن مجید برای ما بیان میکنه ما این چه قسم توجیه کرده میتانیم باز اونجاست که واقعا ما شما میتانیم که من حیث یک مسلمان از عصمت انبیاء علیهم السلام در هر عصر دفاع بکنیم از قضیه عصمت انبیاء علیهم السلام که جزء عقیده انسان مؤمن و مسلمان به انبیاء علیهم السلام است برادر اسلام با توجه باشین که جمله مهمترین قضایای هست که احکام از اون هم ما در قرآن مجید و هم در احادیث متبرکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیدا کرده میتونیم. در قدم اول در رابطه با تعریف عصمت صحبت میکنیم و در قدم دوم در رابطه با نوعیت عصمت صحبت میکنیم و در قدم سوم در رابطه با برخی از اشتباهات و خطاهایی که از انبیاء علیهم السلام سر زده چه آیات قرآن مجید و چه احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم را برای ما بیان کرده که غیر قابل انکار است دیگه در رابطه با توجیه از این هم صحبت میکنیم که تا آن چیزهایی که از خطا و اشتباه در رابطه با انبیا صحبت صورت گرفته این منافی عصمتشان دیگه نباشه چون امکان نداره که از یک طرف ما بگیم که انبیا معصوم هستند و از جانب دیگه بگیم که گناهکار میباشند نه هر دو با هم یک جای نمیشه وقتی گفته معصوم هستن یعنی به ایمان که خلاص عصمت برایشان ثابت است گناهی باید صورت نگیره پس اشتباهات و خطاهایی که قرآن ثبت میکنه پس این چه جواب میتیم؟ از جمله مهمترین مسائل است که هر یک ما شما باید رو بفهمیم کلمه معصوم صیغه اسم مفعول میباشه به صیغه اسم مفعول و معصوم از کلمه عصمه گرفته شده و کلمه عصمه را زمانی که ما در قواموس زبان عربی مورد بحث و بررسی قرار میدیم کلمه عصمه در زبان عربی به معنای منع کردن، نگاه کردن، جلوگیری کردن و حفظ کردن معنا میده یک امروز در زبان عامیانه ما شما کلمه معصوم به معنای کلمه پاک میآید برادر اسلام با توجه باشین که غلط است کلمه معصوم هیچ وقت به معنای پاک نمیآید کلمه معصوم از کلمه عصمه گرفته شده و عصمه به معنای حفظ و نگهداری و جلوگیری و خودداری می آید و یا منع کردن از چیز می آید و بین نظمی معانی هم در قرآن مجید و هم در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم کلمه عصمت یا کلمه عصمه مورد استعمال قرار گرفته یعنی به این معنی که هم قرآن مجید کلمه عصمه که در قرآن ما داریم و در احادیث پیغمبر داریم به عین نمی معنای لغوی به معنای منع جلوگیری و حفاظت و خودداری آمده به طور مثال در آیات قرآن مجید اگر ما نظر اندازی بکنیم الله رب العزت زمانی که در رابطه با یوسف علیه السلام واقعیش بر ما بیان میکنه و از واقعی یوسف علیه السلام همه ما شما آگاهی داریم و بعد از یک مشکلات یوسف علیه السلام با درباری های مصر به اصلاح اوج پیدا کرد و بالاخره اونا یوسف علیه السلام مجبور به انجام دادن عمل زشت زنا کردن دینمی موقع زمانی هست که زمانی که قرآن مجید در رابطه با یوسف علیه السلام و خودداری کردنش از این عمل زشت برای ما بیان میکنه در قرآن مجید کلمه فستعصم میآید فستعصم یعنی به این معنی که یوسف علیه السلام طلب خودداری کردن نجات کردن حفاظت کردن و منع کردن خود از این عمل زشت کرد پسر نوح علیه السلام برادر اسلام زمانی که نظر به عقیده باطلی که داشت نجات پیدا کردن نتانش و بالاخره غرق شد هر زمانی که نوح علیه السلام پسر را در امواج آب دید که در آستانه غرق شدن می باشه نوح علیه السلام برای پسر صدا می زنه که بیا در کشتی با ما بشی تا نجات پیدا بکنی ولیکن پسر برایش میگه که سآوی الی جبل یعصمنی من الماء ما به یک کوهی میرم یعصمنی من الماء که مرا از آب حفاظت بکنه منع بکنه غرق نشم نوح علیه السلام برای پسر خطاب میکنه که قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم هیچ بازدارنده نیست وجود نداره از امر پروردگارت مگر آن چیزی که الله رب العزت رحم کرده باشه
پس کلمه عصمت در این آیات قرآن مجید زمانی که ما نظر اندازی میکنیم به معنای منع، به معنای حفاظت و به معنای جلوگیری میآید. خب هر زمانی که ما عصمت در رابطه با انبیاء علیهم السلام میگیم که انبیاء علیهم السلام انسانهای معصوم هستند و یا عصمت از جمله ویژگی و خصوصیات انبیاء علیهم السلام میباشد، پس عصمت در رابطه با انبیاء علیهم السلام چه معنا دارد؟ متوجه باشین که بین معنای لغوی و بین آن چیزی که ما عصمت در عقیده اسلام تعریف میکنیم بین از اینها ارتباط بسیار محکمی وجود داره. علمای علم عقیده کلمه عصمت و یا عصمت انبیاء علیهم السلام برای ما تعریف میکنن که عصمت در حقیقت حفظ و نگهداری انبیاء علیهم السلام، حفظ و نگهداری انبیاء علیهم السلام توسط الله رب العزت از چی؟ از گناه، از معصیت، از نافرمانی و از ارتکاب حرام. از گناه، از معصیت، از نافرمانی و ارتکاب حرام، حفظ و نگهداری الله جل جلاله انبیاء علیهم السلام را از گناه، از معصیت، از ارتکاب حرام و نافرمانی. یعنی به این معنی که الله رب العزت انبیاء علیهم السلام از این چیزها چی میکنه؟ حفظ میکنه و نگاه میکنه شان. پس الله رب العزت که حفظشان میکنه، آیا ما به عصمتشان عقیده داشته باشیم یا نداشته باشیم دیگه؟ پس الله که حفاظت میکنه، شک نیست که در حفاظت الله جل جلاله هیچ شک و تردیدی وجود نداره. پس به این خاطر یکی از عناصر ایمان ما به انبیاء علیهم السلام در حقیقت عبارت از حفظ و نگهداری از اونها توسط الله رب العزت از گناه و معصیت و نافرمانی میباشه. خب شاید سوال اینجا برای ما پیدا شد برادر اسلام که یعنی عصمت برای انبیاء چرا دیگه لازم هست؟ چرا ما به عصمت انبیاء علیهم السلام ایمان داشته باشیم؟ عصمت در انبیاء علیهم السلام چه خصوصیت داره؟ چرا الله رب العزت تنها انبیاء علیهم السلام از ارتکاب حرام و گناه و مخالفت نگاه میکنه و حفاظت میکنه؟ شک نیست که اگر ما در خود طبیعت و سرشت انبیاء علیهم السلام نظر اندازی بکنیم، شک نیست که انبیاء علیهم السلام همشان انسان هستند برادر اسلام، و با انسان بودنشان با تمام انسانهای دیگر شریک هستند. پس همه انگیزه ها و تمایلاتی که در ما و تو هست، عین انگیزه ها و تمایلات در انبیاء علیهم السلام هم می باشه. ولیکن چون انبیاء علیهم السلام یک مکلفیت وظیفه را دارن که در حقیقت خبر کردن انسان ها از یک جهان غیب می باشه، جهانی که از ما پوشیده هست، انبیاء علیهم السلام برای ما شما خبر می دن، احکام الهی را برای ما و تو می رسانن، اوامر و نواهی الله رب العزت بر موتو واضح می سازند، مکلفیت موتو را من حیث انسان در این دنیا بیان می کنند، از مسیر حیات و زندگی ما و شما در آخرت ما و شما را خبر می تن، و کل از این قضایای قضایای غیبی هست و این مکلفیت انبیاء علیهم السلام می باشه. و شما چی فکر میکنید اگر نبی و پیغمبر مرتکب گناه کبیری باشه، مرتکب عمل زشت باشه و مردم هم بشناسنش که به اصطلاح اینمی انسان مرتکب اینمی عمل زشت هست، شما چی فکر میکنه اگر اینمی قسم انسان بیای و مردم دعوت بکنه و مردم به توی خدا بخواه و مردم از غیب خبر بده، آیا امکان داره که مردم گپی از او را قبول بکنن؟ میگه برو خودت تو چی هستی که آمدی ما را به اصطلاح دعوت میکنی؟ مثل که امروز ما میگیم دیگه، امروز با کمال تاسف یکی از اعتراضاتی که بالای مسئله امر بالمعروف و نهی از منکر میشه که همین همی از میگه تو چی هستی که مرا معنی میکنی؟ خدا به اصلاح بکن. این در رابطه با قضایای موتو هست و در رابطه با قضایای انبیا همین همی قسم میبود برادر اسلام دیگه. اگر انبیا هم مرتکب از این قسم که ما مرتکب گناه ها میشیم اگر میشدن، پس متوجه باشین که هیچ وقت رسالت از اونها، دعوت از اونها و آن چیزی که مکلفیت داشتن هیچ وقت متحقق نمیشد دیگه. دومین چیزی که انبیاء علیهم السلام به عصمت ضرورت دارن برادر اسلام، متوجه باشین که انبیاء علیهم السلام من حیث قدوه، پیشوا و الگو برای انسانها فرستاده میشه. ما در حیات و زندگی به کی اقتدا میکنیم؟
ما تماما اعمال خدا مطابق اعمال کی عیار میسازیم؟ بس انبیاء علیهم السلام که در سرخط قرار دارن، اونا برای ما مشعل هستن، اونها برای ما چراغ هستن، اونا برای ما روشنی هستن، و ما انسان ها تماما اعمال خدا مطابق اعمال از اونها چی میکنیم؟ عیار میسازیم، به جهت از اینکه ما میفهمیم دیگه آن چیزی که نبی و پیغمبر انجام میده شک نیست که حق است، و آن چیزی که نبی و پیغمبر از او خودداری میکنه شک نیست که باطل هست. پس اگر ما و تو هم حق انجام میدیم با پیروی از انبیاء علیهم السلام، اگر از باطل خودداری میکنیم با پیروی از انبیاء علیهم السلام. خب تو چی فکر میکنی اگر نبی و پیغمبر هم گناه میکرد و معصیت میکرد، آیا بین حق و باطل خلط واقع میشد یا نمیشد؟ اگر العیاذ بالله نبی هم مثلا شراب میخورد، نبی هم زنایی میکرد، بس چی معلوم میشد که آیا شراب و زنا هم بشتایی یک چیز خوبی هست که اینا میکرن یا چیز بدی هست؟ یعنی به ایمان ها که بین ارزش ها و بین رضایل خلط و میخورقی میشد برد رئیس نام وانمون. وظیفه رسالت و وظیفه نبوت که در حقیقت بیان حقایق میباشه، اگر یادتان باشه که در صفات انبیاء علیهم السلام ما براتان بیان کردیم که یکی از صفات انبیاء صدق و راستی هست، و صدق و راستی در حقیقت مطابقت با واقعیت و حقیقت می باشه. این همی مطابقت و واقعیت از بین می رفت دیگه، مهرها بر هم می خورد، خوب و بد از همدیگر تفکیک نمی شد. پس که خوب و بد از همدیگر تفکیک نمیشد، انبیاء علیهم السلام که معیار نمیبودن، پس ما خوبی را از کجا میدانستیم، بدی را از کجا میدانستیم، حق از کجا میدانستیم و باطل از کجا میدانستیم؟ پس به خاطری که وظیفه انبیاء علیهم السلام بر هم نخورند از یک جانب، و از جانب دیگر انسان ها بتانند که دعوت انبیاء علیهم السلام را قبول بکنند و در رابطه با دعوت انبیاء علیهم السلام اعتراض نداشته باشند، از حکمت الله جل جلاله تقاضا کرد برادر اسلام که انسان هایی را که الله رب العزت من حیث نبی و پیغمبر برمیگزینه و اونا را مکلف به وحی میگردانه و مکلفشان میکنه که وحی برای مردم ها تبلیغ بکنن، حکمت الله جل جلاله تقاضا کرد که اینمی انسان ها را الله رب العزت از معصیت و از گناه و از نافرمانی و ارتکاب حرام نگاهشان بکنه، جلوگیریشان بکنه، حفاظتشان بکنه، که تا انسان ها بتانند که رسالت خود در روی زمین پیاده بکنند، و تا انسان ها بتانند که به این انسان ها که به خاطر هدایت و فلاح و رستگاریشان فرستاده شده با اونا اقتدا بکنند و راه سعادت و خوشبختی خود پیدا بکنند. پس به این اساس عصمت یکی از ویژگی ها و خصوصیات انبیاء علیهم السلام است. پس به می اساس انسان مؤمن و مسلمانی که به عصمت انبیاء علیهم السلام ایمان می داشته باشد، متوجه باشین برادر اسلام، علمای اهل سنت و جماعت که الحمدلله همه ما شما پیروی عظیم اصلاح گروه می باشیم، و گروهی که در حقیقت پیروی اون مش چیز هست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورده بود برای اصحاب خود بیان کرده بود، متوجه باشین که در عقیده ما و شما بغیر از انبیاء علیهم السلام دیگه هیچ انسان دیگه در روی زمین معصوم بودن نمیتونه برادر اسلامی، جز عقیده ما باشه. و به این یقین داشته باشین که بغیر از انبیاء دیگه هیچ انسانه، ولو که به هر مرتبه تقوا و پرهیزگاری و ولایت و امامت و هر چیزی که رسیده باشه، او انسان هیچ وقت معصوم بودن نمیتونه. عصمت تنها و تنها خاصه یکی از خاصه انبیاء علیهم السلام است. خب این قضیه رو چرا براتان میگم؟ به جهت از اینکه امروز اگر ما در جهان مراجعه بکنیم، امروز اگر ما گروه های مختلف مورد مطالعه قرار بدیم، امروز اگر ادیان مختلف ما بررسی بکنیم، ما در میابیم که انسان ها بغیر از انبیاء علیهم السلام برای کسان دیگری هم عصمت ثابت کردند، در حالی که عصمت بغیر از انبیاء برای احد و من المخلوقات دیگه ثابت نمیشه که انسان ها هستند برادر اسلام. خب چرا؟ به جهت از اینکه گفتم دیگه عصمت خاصه انبیاء علیهم السلام فقط به خاطر این دو هدف بوده، یکی هدف رسالتشان و یکی هدف از اینکه مردم گپشان را قبول بکنه. چرا اگر مردم گپشان را قبول نکد و نبی و رسول نزدات خود رسانده نترس، خلاص دیگه مسئله سلسله رسالت و نبوت همش زایه شد، از بین رفت دیگه. پس به این اساس متوجه باشین که برخی از طوایف وجود داره خود منصوب به اسلام هم میگن،
ولی که نه بر علاوه انبیاء علیهم السلام ائمه و امام های خدا هم معصوم میدانن، معصوم میدانن. و این عقیده عقیده اهل تشیع ولا امامیه هستند کنا با 12 امام بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم عقیده مند می باشند و اونا به این عقیده هستند که نمی 12 امام بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر یک از اینها معصوم هستند، از گناه و از معصیت پاک می باشند و هر آن چیزی که اونا میگه گپشان مرعی و لجرا هست و گپشان حق است و کس حق اعتراض در رابطه با اون نداره. زد گپ خراب کرد دیگه. در عقیده اسلام متوجه باشیم، عقیده اهل سنت و جماعت که ما در رابطه با اون صحبت میکنیم، بغیر از انبیاء علیهم السلام که آخرینشان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بغیر از اینها دیگه هیچ کس معصوم بودن نمیتونه. هر کس احتمال گناه، خطا و معصیت از اون سر میزنه. هر انسان امکان داره که ما گپش بگیریم و امکان داره گپش رد بکنیم، الا صاحب هذا القبر که امام مالک رحمت الله علیه به طرف از او چی میکنه؟ اشاره میکنه و مقوله بزرگ معروف خدا بر امام میگه که هر انسان سخنش میشه قبول شه و سخنش میشه رد شه، ولو هر کسی که باشه، ولو به هر سویه که باشه، الا صاحب هذا القبر، به طرف قبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره میکنه که زمانی که این چیز میگه دیگه بر ما و تو مجال باقی نمیمانه که گپ از او رو تو چی بکنیم؟ رد بکنیم. چرا؟ به جهت ازی که او از یک صفت برخوردار است که دیگه انسان ها از او برخوردار نمی باشه و در حقیقت اسمت می باشه. آیا پروردگار عالم در رابطه با این نبی و پیغمبر در قرآن مجید بر ما ثبت نکرده؟ و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر زمانی که نطق میکنه و چیز میگه از هوا و هوس نفس خود نمیگه. هر آن چیزی که میگه وحی هست که الله رب العزت برایش کرده. عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه از جمله اصحابی بود، از جمله اصحابی بود که اقوال و افعال کردار پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عهد و زمانشان نوشته میکرد، با وجودی که پیغمبر اجازه نداده بود که بغیر از قرآن از ما دیگه چیز دیگه را نوشتن نکنین. چرا؟ به جهت از این کتاب بین قرآن و بین احادیث پیغمبر خلط واقع نشد. ولی که عبدالله ابن عمرو بن العاص شدت محبتی که با پیغمبر داشت، هر حرکت و سکون و نشست و برخاست پیغمبر اصلا نوشته کرده. مردم بالایش اعتراض کردن، گفتن عبدالله تو چی میکنی هر چیز پیغمبر نوشته کرده میری؟ خب پیغمبر یک بشر است، پیغمبر یک انسان است، شاید در یک جای خطا بکنه، شاید در یک جای اشتباه بکنه، تو هر چیز نوشته میکنی و من حیث یک سند جور میشه. خب از همین کاره که عبدالله ابن عمرو بن العاص میکسب جگر خون شد و رفت پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفت پیغمبر من اینم یک کار میکردم و مردم من از این منع کردن. پیغمبر برش گفت که نوشته کو از این زبان بغیر از حق چیز نمی برایه، از این زبان بغیر از حق چیز نمی برایه. این تنها خاصه انبیاء هست برادر اسلام، بغیر از انبیاء از این زبان هم میشه که حق برایه و هم میشه که باطل برایه، از این زبان هم میشه که اسلام برای، از این زبان هم میشه که کفر و شرک برای، الا انبیاء علیهم السلام. ولیکن امروز ما شما میبینیم که به اسلام کسانی که به 12 امام عقیده مند هستند، اونا 12 امام خود مانند انبیاء معصوم میدانند، در حال که اسمت در رابطه با اونا ثابت نمیباشه. و از این گذشته در برخی از طوایف دیگه که زمانی که ما شما میبینیم که امروز به اسلام کشور ما شما را پر کردگی هست، کسایی که ایمان به الله را ماندن و ایمان به اولیاء آوردن یا پروردگار عالم، اونا هم برخی کسایی اصلا که به اسلام مشایخ خدا خدا اولیای خدا به درجه عصمت می رسانند و میگن اینا هم معصوم هستن و اینا هم که زبانه که خدا که معصوم فکر میکنه صاحب میرن صاحب در صد بدبختی ها غرق میشن، صاحب نماز درک نداره، دیگه نداره. چی میگه؟ میگه تمام تکالیف از ما ساقط شد. صاحب داریم این قسم طوایف داریم، الله رب العزت ما رو پناه و اسمت خود نگاه بکنه. برادر استم این دنیا پر از جنجال است، ایمان بردن کار آسان نیست. برادر اسلام باور بکنید که ایمان بردن کار آسان نیست. اگر ایمان بردن کار آسان نمی بود، اگر ایمان بردن کار آسان می بود، ما ضرورت به این نداشتیم که در هر رکعت نماز از خدا بخواهیم که اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، ما ضرورت به این نداشتیم دیگه.
پس تو فکر کن که تنها در نمازهای فرض در یک شبانه روز 17 مرتبه تو از الله میخوای که مرا در راه راست و صراط مستقیم استقامت بده. چرا؟ بجهت از اینکه نمی مشکلاتی که ما امروز داریم و میبینیم و هر کسی در پس خود صاحب در آتش جهنم انداخته راییست ای که کی نجات پیدا میکنه؟ باز به خدای عالم معلوم باید تاکه الله رب العزت لطف و مرحمتش نباشه. پس اونا امه خدا معصوم میگن برادر اسلام و برخی کسا مشایخ خدا خیستن و صفت اسمت برایشان میته. و زمانی که ما در رابطه با نصرانی ها مراجعه میکنیم این نصرانی ها این امی پاپا هایشان که به استاد کلان های کلیسایشان است اسمت در رابطه با این امی ها ثابت میکنن. سخن که از دهن از اینا میگه میبرای حق است و مریه و اجراس و باید چی شود تطبیق شود مانند سخن انبیاء علیه السلام. در حالی که در عقیده ما تو متوجه باش برادر هستن که بغیر از انبیاء علیه السلام اسمت برای احد و من المخلوقات دیگه از انسان ها ثابت نمی باشه. اسمت تنها خاصه انبیاء هست و این هم به خاطر از اینکه انبیاء علیه السلام این امی مکلفیت داره. خب موضوع بسیار مهم دیگه که برای ما شما در رابطه با عصمت مطرح میشه زمانی که ما میگیم که انبیاء علیهم السلام از گناه و معصیت و نافرمانی و حرام به اصطلاح معصوم میباشند یعنی به ایمان که از انبیاء علیهم السلام هیچ گونه اشتباهی سر نمیزنه هیچ گونه سهو سر نمیزنه پس آیا انبیاء علیهم السلام از گناه های کبیره از گناه های صغیره همه معصوم میباشند و قضیه دیگه که برای موضوع مطرح میشه که همین قضیه هست که آیا انبیاء علیهم السلام قبل از نبوت و بعد از نبوت هر دو معصوم هستند و یا عصمت انبیاء علیهم السلام تنها بعد از نبوت ثابت میشه؟ از جمله قضایه هست که هر کسی باید شما بفهمیم دیگه. عصمت انبیاء علیهم السلام از گناه های کبیره برادر اسلام در قدم اول موضوع گناه کبیره را بفهمیم و بعد از او عصمت انبیاء علیهم السلام در رابطه با این بیان بکنیم و جهت از اینکه برخی از اعتراضاتی که امروز در رابطه با انبیاء صورت میگیره که همین همی برخی گناه های کبیره هست که در رابطه با انبیاء علیهم السلام ثابت شده و موضوع نمیفهمیم و بالاخره این را میگن که منافی چی باشه؟ منافی عصمت انبیاء علیهم السلام باشه. گناه کبیره چی را میگن برادر اسلام؟ گناه کبیره در حقیقت عبارت از هر آن عملی هست که در دین مقدس اسلام مرتکب از او با وعید شدید آتش جهنم در آخرت وعید داده شده باشد و یا در این دنیا برایش حد تعیین شده باشد و یا مرتکب از اون مورد لعنت و مورد غضب پروردگار عالم قرار گرفته باشد. یعنی هر عملی که مرتکب از اون مورد لعنت، غضب و یا به آتش جهنم بیم داده شده باشد و یا ای که در این دنیا الله برایش حد تعیین کرده باشد کل از اینا در تحت چی میره؟ در تحت گناه کبیره میره. خب ما گناه کبیره را چی وقت گناه کبیره میگیم؟ بسیار قضیه مهم است که در رابطه با انبیاء علیهم السلام باید را بفهمیم. ما گناه کبیره را زمان گناه کبیره گفته میتونیم که یک انسان از گناه آگاهی داشته باشه قصدن و عمدن اینمی عمل زشت انجام بده. بفهمه که اینمی عمل عملی هست که مورد لعنت و غضب خدا قرار میگیره و بالاخره قصدن و عمدن اینمی عمل انجام بده. پس اینمی را ما گناه کبیره میگیم و هر زمانی که اگر انسان اینمی قسم یک گناه را قصد و عمدن انجام میده متوجه باشین که گناه یزی بخشیده نمیشه تا به وقتی که به الله جل جلو توبه نکنه و رجوع نکنه. البته در حیات زندگی دیگه اگر توبه کرد رجوع کرد به الله جل جلو الله میبخشش. ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله رب العزت تمام گناه ها را میبخشه لیکن به شرطی که با تو توبه بکنی و به الله جل جلو رجوع. ولیکن اگر اینمی گناه ها از پیش ما و شما با نسیان، با فراموشی، با سهو و یا ای که بسیار حکم نمیدانیم انجام میتیم متوجه باشین که باز ما هیچ وقتی را گناه کبیره گفتن نمیتانیم. یک مثال بسیار ساده میتونم براتان که تا مسئله کمک کنید در ذهنتان روشن شد. به طور مثال ما و شما انشاءالله و تعالی در آستانه های ماه مبارک رمضان قرار داریم و شک نیست که در ماه مبارک رمضان از جمله مکلفیت هایی که ما شما داریم یکی هم خودداری کردن از خوردن و نوشیدن می باشه و یا شهوات جنسی که از طلوع فجر تا به غروب آفتاب در اینمی مقطع زمانی دیگه تو از خوردن و نوشیدن از همه چیز چی بکنی؟ خودداری بکنی. پس بیاییم در احکام روزه زمانی که ما مشاهده میکنیم برادر اسلام یک انسان است میفهمه که روز روزه هست و ما روزه را هم نیت کردگی استم قصدن و عمدن مجبورم نیست به اصلاح عذرم نداره میرسه روزه خودم میخوره و به اصلاح از طرف روز به اصلاح میخوره و مینوشه به اصلاح روزه خودم مشکناره. یک حکم داره.
یک انسان دیگه هست میفهمه که روزه هست ولیکن سهوا و اشتباها یک چیز میخوره و از حلق بشتا در بطنش داخل میشه، یک حکم داره. یک انسان دیگه هست میفهمه که روزه هست و میفهمه که بشتا روزه نمیتر بشتا من نمی مکلفیت دارم ولیکن مسئله را فراموش کرده، فراموش کرده، به فراموشی سب میخوره و مینوشه و شکم هم سیر میکنه، یه هم از خود حکم داره. برادر اسلام، هر سی خوردن ولیکن حکم ارسی از دیگر فرق داره. دیگه کسی که قصدن و عمدن در ماه مبارک رمضان خورد، شک نیست که روزش باطل شد، قضایی بالایش واجب شد و کفاره هم بالایش واجب میشه. کسی که فامید روزه هست ولیکن سهوا و اشتباها خورد، کفاره بالایش نیست، تنها قضایی بالایش واجب میشه. اما کسی که به نسیان و به فراموشی خورد و شکم هم سیر کرد و بعد از او فهمید که والا روزه داشتم من، نه روزش باطل و نه بالایش کفاره قضایی و اصلاح میشه، واجب میشه، روزش صحیح ادامه بده. این مسئله رو چرا براتون میگم؟ یعنی هر زمانی که یک گناه کبیره از یک انسان به طور نسیان، فراموشی یا سهو یا اشتباها صورت میگیره، قصد و عمد در او وجود نداره، متوجه باشین که ما هیچ وقتی نه گناه کبیره گفتن نمیتونیم. خب این مسئله رو چرا براتون میگم؟ وجهت از این که شک نیست که علمای اسلام همه به اتفاق نظر دارند که انبیاء علیهم السلام از ارتکاب گناه کبیره معصوم میباشند. از ارتکاب گناه کبیره معصوم می باشند. از کدام ارتکاب گناه کبیره؟ یعنی به این معنا که نبی و رسول هیچ وقت و زمان قصدن و عمدن فامیده و دانسته که یک عملی که او گناه کبیره هست هیچ وقت او را مرتکب نمیشه. برخلاف موتو برادر اسلام دیگه، ما شما خود میفهمی که اگر انسان خوب میفهمه عمل زشت هم میفهمه، کبیره بودنش هم میفهمه، آتش جهنم هم، بازم بس چی میکنه؟ مرتکبش میشه. پس متوجه باشن که انبیاء علیهم السلام هیچ وقت به این شکل گناهی کبیره را انجام نمیدن. اما آن قضایایی که ما در رابطه با انبیاء علیهم السلام داریم که قرآن مجید میای برای با شما ثبت میکنه و برخی معترضین زبان دراز میکنن در رابطه با انبیاء علیهم السلام، پس متوجه باشن که در تحت این قضیه داخل میشه. به طور مثال جمله اعتراضاتی که در رابطه با آدم علیه السلام صورت میگیره، همه ما میگیم که انبیاء علیهم السلام معصوم هستند، گناه نمیکنند. آیا آدم علیه السلام در جنتی که الله رب العزت برایشان مهیا کرده بود و برایشان امر کرده بود که ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين، به این درخت نزدیک نشین آدم و حوا، که جمله ستمگاران میشه، نه ببینید که وعید شدید است دیگه، از جمله ستمگاران میشین، یعنی به معنی که نزدیک شدنتون به این درخت گناه کبیره هست. آیا آدم و حوا به درخت نزدیک شدن؟ آیا آدم و حوا از درخت خوردن یا نخوردن؟ مرتکب گناه شدن یا نشدن؟ پس با چه قسم جواب بده میره؟ پس متوجه باشین که نزدیک شدن آدم و حوا به درخت و خوردنشان از این درخت، اگرچه اگر قصدن و عمدن می بود، گناه کبیره می بود که الله رب العزت فرموده بود، ولیکن همه ما می دانیم که قرآن بر ما ثبت می کنه که آدم علیه السلام و حوا زمانی که از اون درخت خوردن نسیان و فراموشی بود و عهد و پیمانی که با الله رب العزت بسته بودن در حین و زمانی که در جنت داخل شدن، او عهد و پیمان را فراموش کردن و بالاخره نزدیکیشان به او درخت به فراموشی و نسیان بوده. پس زمانی که به فراموشی و نسیان بوده، پس ما هیچ وقتی را در رابطه با ایشان گناه کبیره نمیگیم که تا معترضین زبان دراز بکنن که انبیاء علیهم السلام اسمت ندارن دیگه. نه، ارتکاب گناه کبیره با نسیان و فراموشی هیچ وقت کبیره بودنش ثابت نمیشه. به عین شکل در رابطه با قضیه موسی علیه السلام اگر ما مراجعه بکنیم برادر اسلام، موسی علیه السلام قبل از اینکه به نبوت و رسالت مبعوث شوند، زمانی که در شهر مصر برخی کسا با هم دیگر به اصطلاح جنجال کردن و یکی از طرفدارای موسی علیه السلام بود، یکی از طرفدارای به اصطلاح فرعینه بود و به اصطلاح کسایی بودن که در مصر بودند، و بالاخره موسی علیه السلام زمانی که خواست قضیه را حل بکنه و بالاخره با حل کردن قضیه، و ناگهان موسی علیه السلام نفر مقابل سب یک مش زد و مردک جای با جای سب مرد و وفات کرد. یعنی به این معنی که گویا موسی علیه السلام او را به قتل رساند. قبل موسی علیه السلام که را به قتل رساند، قصدن و عبدن به قتل رساندش؟ قطعاً نه، بلکه اشتباهاً و سهواً صورت گرفته. پس متوجه باشین زمانی که ما عصمت انبیاء علیهم السلام میگیم، عصمت انبیاء علیهم السلام از ارتکاب گناهی کبیره، از حرام، از نافرمانی،
قصدن و عمدن می باشه و الله رب العزت انبیاء علیه السلام این از همین قصد و عمد در رابطه با گناه چه کرده حفظ کرده است. اما برخی سهو و اشتباهات شک نیست که از انبیاء علیه السلام سر می زنه و انبیاء علیه السلام در رابطه با این شک نیست که اسمتشان هیچ خدشه وارد نمیشه به جهت از اینکه هر گناهی را که قرآن مجید یا هر ارتکابی را که به قرآن مجید در رابطه با انبیاء علیه السلام بر ما گفتگی است در پی از او بر ما گفته که نبی و پیغمبر توبه کرده استغفار کرده به الله جل جلاله رجوع کرده و الله رب العزت هم توبهش قبول کرده گناهش بخشیده و عمو مقام منزلتش دوباره برایش عطا کرده. هر یک از اینها را اگر ما در قرآن مجید مراجعه بکنیم در میابیم برادر استم. در واقع نوح علیه السلام زمانی که ما شما مراجعه بکنیم نوح علیه السلام زمانی که الله رب العزت برایش امر کرد که قومت غرق میشه و تماما اهل تا و فامیل تا و بالاخره از هر آن چیزی که به اصطلاح حیوانات جفت نبیگی در کشتی بان و بالاخره زمانی که نوح علیه السلام در کشتی سوار شد به چشم در پیش روی چشمش غرق شد دیگه غرق شد. بالاخره زمانی که نوح علیه السلام کشتیش به اصطلاح لنگر انداخت به الله رب العزت التجا کرد و گفت که یا رب تو خو ارحم الراحمین هستی، تو خو احکم الحاکمین هستی، تو خو مرا گفته بودی که من اهل بیت تا نجات بیتم، پسر خو از اهل بیت ما بود، نجات خو پیدا نکد، او خو غرق شد دیگه. الله رب العزت در خطاب به نوح علیه السلام میگه که نوح پسرت از اهل تو نبود، پسرت از اهل تو نبود به چی معنا؟ یعنی خدا یک نکده به این معنا نبود که به اصلاح او پسر به اصلاح نامشروع بوده باشه، نه پسر شرعیش بود ولیکن از اهلش به این معنا که از پیروی تو نبود. من که گفتم اهل تا نجات میتون مراد از اهل پیروی تو بوده، خانواده تو نبوده دیگه. پس نوح علیه السلام فکر کرد که اهل عبارت از خانواده، در حالی که الله رب العزت فرمود که من اهل تا نجات میکنم، یعنی به این معنا که تمام که پیروان تو هستن نجاتش میتون و پسر تو پیروی نبود و بالاخره چی شد؟ علاق شد. و این همینجا زمانی که نوح علیه السلام قضیه را میفهمه و الله جل جلو دعا میکنه که یا رب اگر تو مرا نبخشی و عفو نکنی نکونن من الظالمین و جمله ظالم ها هست. یونس علیه السلام اعتراض خدا پیش نکرد، موسی علیه السلام اعتراض خدا پیش نکرد، آدم علیه السلام عذر خدا با الله جل جلو پیش نکرد و بالاخره دعا نکرد که ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. پس متوجه باشین که برخی از اشتباهات و صحواتی که از انبیاء علیهم السلام سر میزنه متوجه باشین که استمرار و دوام نداره و الله رب العزت ایشان خبر میکنه و به مجرد خبر کردن اونا به الله جل جل رجوع میکنن، در گناه خود استمرار نمیتن. این خاصیت انبیاء علیهم السلام نیست، ولیکن متوجه باشین که در برخی از چیزها دیگه عصمت انبیاء علیهم السلام 100% واجب است و در اونجا دیگه انبیاء علیهم السلام قطعا مرتکب گناه و معصیت نمیشن. او در حقیقت عبارت از چیست؟ عبارت از تبلیغ به اصطلاح احکام الهی برای مردم میباشه. در عرصه تبلیغ متوجه باشین که انبیاء علیهم السلام دچار مرتکب هیچ اشتباه و گناهی نمیشن، بلکه آن چیزی که الله رب العزت برایشان میفرسته و مکمل برای ما شما میرساند. انبیاء علیهم السلام از کفر و شرک معصوم هستند برادر اسلام. این همین هر یک موتو که در اینجا شیشتا کسیم برادر اسلام باور کرد یکی با شما بفیان که آیا ما با ایمان میریم و یا خدا اینا کده کافر مشرک میشه. از هر یک موتو احتمال داره، ولیکن متوجه باشن که در رابطه انبیاء علیهم السلام دیگه ای چی هسته؟ مسئله عصمت و حفظ نگهداری پروردگار عالم است. گناه را از کفر و از شرک و از نفاق از این چیزها الله نگاهشان کرده و به همین خاطر است که ما در تاریخ انبیاء علیهم السلام از آدم علیه السلام گرفته تا آخرین نبی و پیغمبر ما نبی و پیغمبر پیدا نمی کنیم که به مقام رسالت و نبوت رسیده باشه و بعد از او از مقام نبوت و رسالت چشته باشه دوباره برطرف شده باشه، شرک آورده باشه، کفر کرده باشه، نفاق کرده باشه. نه قطعا نبی و پیغمبر که به مقام نبوت و رسالت رسید تا به آخر عمر در مقام نبوت و رسالت خود باقی میمانه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه الله رب العزت اونها را حفاظت میکنه. پس تو چی فکر میکنی که نبی و پیغمبر که خودش بیایه مبارزه با شرک بکنه، مبارزه با کفر بکنه، علی عیاذ بالله خودش باز بره کافر شود که باز روز یعنی رسالت ده کجا من برادر اسلام؟ پس به همین خاطر است که ایمان آوردن به عصمت انبیاء علیهم السلام جزء عقیده ما به انبیاء علیهم السلام است، ولیکن عصمت باید موتو بفهمیم برادر اسلام. امروز زمانی که ما مسئله عصمت از بسیاری برادرای خود پرسان میکنیم که عصمت انبیاء علیهم السلام یعنی چی؟ یعنی میگن که انبیاء از تمام گناه های صغیره و کبیره و از همه چیز به اسلام معصوم میباشه.
خب برادر به این شکل کبوی خوین اعتراضات بالای ما تو واقع میشه. پس به این اساس ما باید بفهمیم که عرصه های عصمت یعنی چی؟ انبیاء علیه السلام از کفر معصوم هستند، از شرک معصوم هستند، از نفاق معصوم هستند، از گناه های کبیره و از حرام ارتکابش قصدن و عمدن معصوم می باشند. هیچ نبی و پیغمبر قصدن عمدن این چیزها را انجام نمید. سهوان و اشتباهان و نسیان بشر است. و ما شما در روز اول که در رابطه با نبی و پیغمبر صحبت کردیم برادر اسلام، گفتیم که نبی و پیغمبر انسان می باشند و انسان بودنشان متوجه باشند که با تمام تمایلات انگیزهای ما و شما انسان ها انبیاء علیه السلام چی هستند؟ شریک هستند. انبیاء سهو میکنند، فراموش میکنند، مریض میشند، مرتکب برخ اشتباهات میشند، در سخن خود شاید اشتباهی را بکنند، ولیکن متوجه باشند که کل از این قضایا در تبلیغ دینشان کوچکترین تأثیری ندارد. نبی و پیغمبر در رساندن دین چیزی را فراموش نمیکنه برادر اسلام. اینی را عصمت میگن. نبی و پیغمبر در رساندن دین خدا چیزی را سهو نمیکنه. نبی و پیغمبر در رساندن دین الله جل جلاله چیزی را اشتباه نمیکنه. این اینجا جای عصمت انبیاء علیهم السلام است. اما نبی و پیغمبر من حیث انسان در حیات و زندگی روزمره دچار به استاد سهو میشه، نسیان میشه، اشتباه میشه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبر آخرالزمان بود برادر اسلام، زمانی که یهودی ها پشتش را گرفتن و یکی از یهودی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم از سحر و جادو کردن، پیغمبر سحر و جادو کردن. حالا تو میگه پیغمبر معصوم، چطور سحر و جادو؟ برادر پیغمبر اگر معصوم هست، عصمتش دینی عرصه ها هست، در عرصه تبلیغ دین، در عرصه رساندن احکام الهی، در عرصه بشتا خبر دادن از جهان غیب، در عرصه وحی سماوی. اما در این عرصه پیغمبر یک انسان است دیگه. پیغمبر سحر شد، جادو شد. اتو سحر و جادو شد که عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماید که زمانی که پیغمبر در خانه می درآمد آنقدر سرشان تاثیر کرده بود که یک کار نکرده بود میگه ما این کار کردیم و یک کار کرده بود میگه ما این کار نکردیم. پس به این خاطر متوجه باشین که انبیاء علیه السلام از خود مقام دارن، منزلت دارن، نسبتشان از خود بسیار عرصه داره و این از این چیزا خلط نکنیم دیگه. پیغمبر هم فراموش میکرد برادر اسلام، بالاخره یک انسان بود دیگه. روز پیغمبر نماز خواستم، نماز دیگر بود، نماز پیشین بود خواستم، دو رکعت خواستم، سلام و سلام میکنم، سلام قرار شیش. صحابه سیر کردن چی کم شده؟ آیا نماز کم شده گیست یا چی؟ کسی جرات نداره. بلاخر یک صحابی خیست و گفت که یا پیغمبر آیا تو نماز کوتاه کردی و یا ای که فراموش کردی؟ گفت چی کم شده؟ گفت پیغمبر شما دو رکعت نماز خوانده. خیست دو رکعت نماز دیگر پورا کرد. کتاب را موتو نشان بده که پیغمبر یک انسان است دیگر. نمانند یهود و نصارا واره که در رابطه با پیغمبرها آن چیزهایی را نسبت دادند که زبان انسان، عفت زبان انسان در انبیا اینو به صورت تقاضا نمیکنه که برای انبیا ما شما بگیم. در کتابهای تحریف شده شان در تورات و انجیل نوشته است. در رابطه با ابراهیم علیه السلام، در رابطه با سلیمان علیه السلام، در رابطه با لوط علیه السلام، در رابطه با انبیای دیگه چیز گفتگی است که حد و اندازه نداره. به او اندازه هم نباشه و به این اندازه هم نباشه که برخی کسای ما شما زمان قسمت انبیا رو نفهمیم که خلاص دیگه انبیا از همه چیز معصوم است. انبیا میترسن من حیث انسان. موسی علیه السلام نترسید. به حضور پروردگار عالم زمانی که الله رب العزت در کوه طور موسی علیه السلام گفت که پر تو عصای تا که عصات یک اژدها رو ما رو بسیار کلاش، موسی علیه السلام تسید پشت سر رفت. الله رب العزت لا تخف، نترس. در میدان به اسلام مبارزه با ساحره و جادوگرا موسی علیه السلام اصلا ترس و خوف در دلش تاری نشد. پس متوجه باشین که چیزها طبیعت بشری شان است. در امورات دنیوی، در اجتهادات انبیاء علیه السلام اشتباه میکنن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمانی که در مدینه منوره و نام آمدن و بسیار درختای خرما رو در مدینه منوره مشاهده کردن، از مردم پرسان کردن که شما چی میکنین؟ مردم گفت که پیغمبر ما خرماها را پیوند میزنیم. پیغمبر تو که پیوان نزنین بانی نشمه تر سال آینده زمانه که شد صاحب مردم ها خورما را پیوان نزن صاحب خورما سمر خوب نداد. زمانه که گپ به پیغمبر رسید گفت چرا ای تو گپ شده؟ گفت یا پیغمبر شما خورما را منع کردین که پیوان نزنین دیگه ما پیوان نکردیم. تو مشکل گفت نه برادر، خودتان امور دنیایتان خودتان خوبتر میفهم. من یک بشر هستم، من یک انسان هستم. چیزی که در رابطه با دین براتان میگم او را بگوین، اما چیزی که در رابطه با دین و تجربه تان است او خوبتر خودتان میدانه. خودتان برین پیوان تان میدانه هر چیزی که میکنین. حالا تو نیست که به حساب میال اسلام معصوم هستن دیگه از دهنشان آتش بپره. نه،
اینا به چی خاطر میگم؟ به جهت از اینکه اینمی باور نادرست ما در رابطه با عصمت انبیاء علیه السلام منجر به ایشته که دان و نظم و معترضین دراز شوه دیگه، بیا در رابطه با یوسف علیه السلام بر ما اعتراض بکنه، در رابطه با ابراهیم علیه السلام اعتراض بکنه، در رابطه با آدم علیه السلام اعتراض، در رابطه خود شخصیت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بر ما اعتراض بکنه. و دلایل هم از کجا بیاره برید؟ دلایل هم از قرآن و سنت برید بیاره. که تو چه قسم میگی که پیغمبران همشان از صغیره و کبیره و از همه چیز معصوم هستند، در حالی که بیا در قرآن مجید ببین که چی گپ است. پس متوجه باشین که پیغمبرها در اجتهاد خود اشتباه میکنند، منتها اشتباهی از اونها قسم نیست که به اصلاح استمرار پیدا بکنه، نه، اشتباهی از اونها رو وحی ما اصلاح میکنه، الله رب العزت برایشان خبر میده، گپ خلاص میشه. اگر کدام اشتباهی بود با الله جل جلاله دفعتن رجوع میکنن، توبه میکنن، الله جل جلاله میبخششان، مقام و منزلتشان دوباره برشان میاد. در رابطه با آدم علیه السلام الله رب العزت در سوره طه بر ما نگفت و عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فهدا؟ عصیان کرد آدم و بالاخره راه را گم کرد، بعد از دوباره الله رب العزت برگزیش دوباره به اصلاح هدایتش کرد. پس نمی جهان و کائنات از برادر است. پس توبه یک مقام است، توبه بزرگترین یک مقام است. و از توبه کردن بنده الله رب العزت آنقدر خوش میشه که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله میره برای شما بیان کرده. پس آیا انبیاء علیهم السلام که اگر مرتکب برخی از چیزها نشن پس اونها یعنی توبه نمیکنن دیگه، ها، رجوع نمیکنن؟ آیا در رابطه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن مجید در اولین آیات سوره فتح بر ما نگفته که اینا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر؟ پس به چی معناست؟ یعنی به این معنی که نمی اشتباهات و سهو و نسیان که سر میزنه الله رب العزت مورد عفو و بخشش قرار میده. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در غزوه بدر برادر اسلام که اولین غزوه سرنوشت ساز میان حق و باطل بود صورت گرفت، و قبل از او کدام غزوه هم صورت نگرفته بود و قبل از او مسلمان ها کدام مشرک بهشتا اسیر هم نگرفته بودند. در نمی غزوه بدر الله رب العزت که برای مسلمان ها پیروزی نصیب میکنه 70 نفر از سران مشرکین کشته میشه و 70 نفرشان به دست مسلمان ها اسیر میفتند. و شک نیست که تا به او وقت حکم اسرا بیان نشده بود، الله رب العزت در رابطه با حکم اسرا چیزی نگفته بود دیگه. پیغمبر اسیر گرفت، حکمش معلوم نیست، خب چی بکنه؟ پیغمبر مشوره کرد دیگه، همراهی اصحاب مشوره کرد و هر یک از اصحاب مشوره خود ارائه کردن. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت که یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ازشان فدیه بگی، بخواه الهیشان بته، فیصلا فدیهشان پول میشه و ما میتونیم که بسیار سامانالات جنگی خود توسط از او بخریم. عمر رضی الله تعالی عنه پیش شد و گفت که یا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، مشوره ما ایست که نمی اسرایی که ما گرفتیم حتما یکی از خیشاوندا و نزدیکای از اینها در مدینه منوره وجود داره، هر یک خیشاوندش برای خودش بده که سرش بزنه و خونش بریزانه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمایلشان به طرف رأی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رسید و بالاخره اسرا را گرفت و فدیه داد. آیت نازل شد ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. برای نبی و پیغمبر مناسب نیست که سرا به دستش بفته و به زور الهی بده که خونشان بریزانه. آیا شما دنیا رو میخواین؟ الله رب العزت آخرت رو میخواین. آیت آمد، اجتهاد پیغمبر اصلاح کرد. پس به اساس متوجه باشین که انبیاء علیهم السلام من حیث انسان در رابطه با اجتهاداتشان، در رابطه با سهوشان، در رابطه با نسیانشان مرتکب از این چیزها میشه، ولیکن آن چیزی که ما عصمت انبیاء میگیم و عصمت انبیاء علیهم السلام در رابطه با مسئله دین است، در رابطه با مسئله تبلیغ است، در رابطه با مسئله احکام شرعی است و در رابطه با انجام دادن و ارتکاب معصیت و گناه قصدن و عمدن میباشه. و شک نیست که انبیاء علیهم السلام از این بری هستند و انبیاء علیهم السلام از این پاک میباشند و الله رب العزت اونها رو چی میکنه؟ حفاظت. قضیه دیگری که آیا انبیاء علیهم السلام قبل از نبوت و بعد از نبوت هر دو معصوم هستند و یا عصمت انبیاء علیهم السلام تنها بعد از نبوت ثابت میشه؟ شک نیست که در رابطه با این قضیه هم زمان علما اجتهادات خود انجام دادن. برخی ها میگن که انبیاء علیهم السلام قبل از نبوت و بعد از نبوت هر دو معصوم میباشند، به جهت از اینکه حیات زندگی قبل از نبوت ارتباط مستقیم با حیات زندگی بعد از نبوت داره دیگه. آیا امکان داره که علیعاذ بالله یک نبی و پیغمبر قبل از نبوت دزد باشه، سارق باشه، قطاع و طریق باشه، خدای ناکده زناکار و شرابخور باشه و بعد از او به مقام نبوت بیای بازه بیای مردم را دعوت بکنه؟ باز امکان داره که مردم دعوت از او را قبول بکنه؟ نه،
پیغمبر صلی الله علیه و سلم 40 سال در بین مردم مکه مکرمه زندگی کرد و در 40 سال کس دروغش تجربه نکرد و صادق الامین مشهور بود. پس به این خاطر بعض علما که میگن که انبیا قبل از نبوت و بعد از نبوت هر دو معصوم میباشند، اینا به این دلیل میگن که چون حیات و زندگی قبل از نبوت ارتباط مستقیم با حیات و زندگی بعد از نبوت داره، به جهت از اینکه این رسالت انبیا علیه السلام به صورت درست تطبیق شوه، پس باید که انبیا علیه السلام چی باشن؟ معصوم باشن. ولیکن برخی از علما های دیگر نظر دیگه دارند در این رابطه و اونا میگن که عصمت انبیا، نبوت و رسالت نبی و پیغمبر چی وقت ثابت میشه؟ نبوت و رسالت نبی و پیغمبر زمان ثابت میشه که برایش وحی آمده، تا به وقتی که برای از انسان وحی نامده باشه یک انسان عادی هست دیگه. پس انسان عادی خب انسان عصمت برای از او ثابت نمیشه. نبوت و رسالت نبی چی وقت ثابت میشه؟ هر زمانی که برایش وحی بیاید. پس وحیه که برایش نبود و یک انسان عادی هست، پس انسان عادی هیچ وقت معصوم بوده نمیتونه. عصمت تنها خاصه انبیا علیه السلام است. منتها اینمی کسایی که میگن که عصمت تنها بعد از نبوت ثابت میشه، اونا میگن که انبیا علیه السلام با فطرت سلیمی که دارند، با فطرت سلیمی که دارند، با اینمی فطرت سلیم قبل از نبوت هم مرتکب اعمال زشت، مرتکب اعمال گناه نمیشن. چرا؟ به جهت از اینکه متوجه باشیم برادر اسلام، اینمی گناه و اینمی معصیتی که ما و شما انجام میدیم، اینمی گناه و معصیت پلیدی هست، آلودگی هست، نجاست است. منتها پلیدی و آلودگی و نجاست معنوی هست. یکی ما و شما پلیدی و نجاست ظاهری داریم که میبینیمش دیگه، حسش میکنیم. یکی پلیدی و نجاست معنوی میباشه. پس به این خاطر متوجه باشین که چون فطرت انبیاء علیه السلام فطرت پاکیزه هست، فطرت های پاکیزه هیچ وقت نجاست و پلیدی و آلودگی را قبول نمیکنن. برادر هستم، به طور مثال اگر ما شما صحت و سالم باشیم، در یک جای بینیم در یک اتاق و در گوشه اتاق یک مرداری افتاده باشه، یک تعفن بسیار بده باشه در اتاق، آیا ما در اتاق داخل میشیم؟ شک نیست که داخل نمیشیم. اگر داخل هم میشیم بینی خدای محکم میگیریم، به جهت از اینکه چیز اینمی بوی و تعفن مرا چی میکنه؟ آزار و اذیت میده. به این شکل متوجه باشین که انبیاء علیه السلام هم به اینمی قسم چون فطرت از اونها پاک است، فطرت سلیم، هیچ وقت آلودگی و نجاست نمیخواهیم. برادر هستم، پس که با کمال تعصب بگیم که امروز بسیاری ما و شما در گناه ها آلوده هستیم، در مال حرام آلوده هستیم، خدای نکرده در زنا آلوده باشیم، در لواطت آلوده باشیم، در دزدی آلوده باشیم، در دروغ آلوده باشیم، به یقین بدان که در حقیقت آلودگی فطرت ما هست. فطرت ما آلوده شده که ما اینمی معصیت و گناه را آلودگیش مشاهده نمیکنیم. ولیکن انبیاء علیه السلام چون کسایی هستند که از بهترین طبقه انسانیت انتخاب میشن، به خاطر فطرت سلیم خود اونا قبل از نبوت هم مرتکب از این گناه ها و اشتباهات نمیشن. الله رب العزت همه ما شما توفیق به عمل نیکو نصیب فرمایه که تا حقوق انبیاء علیه السلام قسمی که از ما و شما تقاضا میکنه ما و شما او را بدانیم، نه در رابطه با انبیاء آنقدر غلو بکنیم که اونا را از مقام منزلتشان بالاتر بستان بالاتر خیال بکنیم، و نه در رابطه با انبیاء آنقدر تفرید بکنیم که آنچه که مقام و منزلت انبیاء سور هم برایشان ما و شما عطا نکنیم. اینمی اهل سنت و جماعت راه میانه هست برادر اسلام، و کذالک جعلناکم امتا وسطا، اینمی وسطیت و میانه روی، نه آنقدر افراد و نه آنقدر تفرید. آن چیزی که شایسته انبیاء علیهم السلام ما برایشان میگیم و آن چیزی که در رابطه با انبیاء انسان من حیث انسان میشه او را هم ما و شما ثابت میکنیم که تا از اعتراض اینمی اعتراض کننده ها در امان بریم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم. شك نيس برادر اسلام که ما در روزهای نیمه شعبان قرار داریم و یکی از عقاید و باورهای نادرسته که امروز در بین خانواده های ما و شما ایجاد شده در رابطه با مسئله نیمه شعبان، که برخی کسا این را به نام شب برات و برخی کسا همین را به نام شب مرده ها مسمی می کنند، و این در حقیقت تسمیاتی هست که در شریعت هیچ گونه اساس ندارد و مردم از پیش خود با عادات و تقالید و عنعناتی که نسل به نسل به میراث گرفتند امروز این شبها را من حیث شبهای برات و شبهای مرده ها نه تنها که میشناسن و باور دارن، بلکه در رابطه با او یک سلسله اعمال را از پیش خود انجام میتن که شریعت اسلام قطعا او را برای ما شما تأیید نمیکنه. در آیه کریمه ای که در آخرین آیات سوره کهف الله رب العزت برای ما شما میفرماید
قل هل انبئكم بالاخسرین اعمالا، آیا در رابطه با زیانترین انسان از حیث عمل ما شما را خبر بتم که زیانترین انسان از حیث عمل کدام انسان ها هست؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسانی که اعمالشان در حیات دنیا از بین رفت و گم شد، و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که خود از اونها ایتو فکر میکنه که ما بهترین اعمال را انجام دادیم که در روز آخرت از این اعمال خود از نزد الله اجر و ثواب میگیریم.